sky turns a hazy red. Sun heads home for its lazy bed. That's the time of day to say buona sera. Friends get friendly, sweethearts smile. They all know in a little while that such lovely things begin with buona sera. I would meet you where lovers meet, a small piazza or a shady street, just to hear the way you say buona sera. If you said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, buona sera. In the fields as you're passing by, mountain towns reaching for the sky, everybody stops to say buona sera. You can hear it as you're driving home, south of Napoli or north of Rome. It's good evening, welcome back, buona sera. The day is ending, the night is near, and I'm intending to get there, dear, for that special way you say buona sera. When you say it, my world turns gay. It's not good morning, it's not good day. It's not I love you, but it sounds that way, buona sera. I would meet you where lovers meet, just to hear the way you say buona sera. There are two words that I've heard before, lovely words that I still adore, but they mean just a little more from you. If you said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, buona sera, buona sera. خبر شده؟ موضوع چیه؟ آه این دیگه خیلی زیاده. من فقط 5 هفته بیرون بودم. آه چه چیز خوشگل و جالبی. ورود اسکادران ارتش آمریکا رو خوش آمد میگی. آه نامه چیزی رسیده؟ بله. صورت حساب از آمریکا چی؟ یه کارت پستال از آمریکا؟ بله ستا ستا. چمدونا رو بیار. کارلای عزیز، دلم برای تو جیا این خربوزه لک زده شده. هرگز نمیتونم باور کنم دختر 19 ساله‌ای دارم که تا کنون او را ندیدم. عزیزم، هیجان این دیدار غیر قابل تحمل است. خیلی اشتیاق دارم تو و جیای عزیزمان را ببینم. چه اسم زیبایی، جیا. کادلا، عشق دیدینم. چقدر عادیه که بعد از گذشته این همه سال بعد اولین باد دخترم رو میبینم. فکرشو بکن من، فیل نیومن، یه دختر ایتالیایی داشته باشم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده خانم؟ تموم شد. دیگه همه چیز تموم شد. چی شد؟ چی تموم شد؟ در تمام این مدت هیچ کس نمیدونست. حتی یه نفرم زنیم نشده بود. حتی تو. حالا دیگه همه چی تموم شد، تو همه چیزو میدونی. جنرال، منظور از اومدنتون به ایتالیا چیه؟ میدونین افراد این اسکادران در زمان جنگ مدتی در ایتالیا بودن. اونها عاشق شهر کوچکی به اسم سانفورینو شدن. عوض این که هر سال پول زیادی خرج کنن و به تعطیلات برن، امسال پولاشون رو هم گذاشتن و برای تجدید مودت با زن و بچه‌هاشون اومدن اینجا برای شهر کلیسایی به رسم یادبود بسازن. در حقیقت میشه گفت این اشخاص می‌خواستن کاری بکنن که هیچ وقت فراموش نشن.
اونا من حامله کردن رفتن، چی کار میتونستم بکنم؟ ولی به سه تا پدر؟ بله سه تا پدر. چطور همچی چیزی ممکنه خانوم؟ تو زمان جنگ اینجا نبودی، نمیدونی اون تابستون آخری چطوری بود. پدرم تازه مرده بود، من تنهایی تنها بودم، 16 سالم بود. هر روز افراد بیشتری به پایگاه نیروی هوایی آمریکا می اومدن، دیگه جایی براشون نداشتن، این بود که فرستادنشون تو خونه های مردم، تو هر خونه ای سه تا مرد. ولی خونه من چون خیلی کوچک بود فقط یه نفر جا می گرفت، بنابراین یه نفر رو فرستادن اونجا، یه گروهبان جوان، والتر برادوک، خیلی شیرین، خیلی شاد، یه پسر کوچولو و مامانی. پیته کوچولو. نو عجب، 20 ساله که نایدمت، حال احوال چطوره؟ سلام برادر. میبینم یه کمی چاق شدی، نمیخواد بگی کمربند شل بستی بذار لمس کنم. شکم آوردی. تا هنوز درک پارتی هستی، زنت آوردی؟ آه کلی التماس کردم، شب و روز واسش عشق ریختم، خلاص آوردمش. هستریتی، سلام کن بپین. سلام خانم برادر. سلام. گروبان زیاد تغییر نکرده، هنوزم نمک پارتی هست. آره. اون همیشه در حال شوخی و مسخره بازیه. شوخی؟ من میمیرم واسه شوخی. والتر ناز و خجالتی، یه هفته تموم ما تو خونه تنها بودیم، دوتا بچه تنها و وحشت زده، محکم به هم چسبیدیم و همدیگر رو دلداری دادیم، بعد بیرحم اونو بردن جنگ و این پرستوی کوچولوی نازی نازی تنها مون. تا دو روز بعد که یه جوان دیگه وارد خونه من شد. آه فیل، اسمش فیل بود، فیل شاد و بیخیال، با موهای مجعد و بلند که هر وقت میخندید میریخ رو چشماش. 5 سال تو مرتب شکلات میخودی پسر، حالا چطوری سوداخ دهنتو گم کردی؟ فیل، گوشه لبش یه خود دیگه هست، عزیزم لباتو اینجوری کن. بذات ببینم بود دوستی، بادی کردا پسرم. تو دستمالت واسم شکلات داری؟ میخوای چی کات کنم دوباره بزدم تو دهن بچه؟ آخه جیب کتت کثیف میشه. ممکنه دل واپس جیب من نباشی؟ عزیز جون چه دا نمیدی تو گمدوک؟ من به هتل تلفن میکنم که یه تخت اضافی بعد بودوسی بزدن. بهتره بادیرم همراهت ببری، اون جیش داره. چه دا تو هواپیما جیش نکرده؟ خب لابا تو هواپیما نداشته، حالا یخشو گرفته. Why can't he go by himself? Phil, please, don't reject him. He'll twitch. All right, come on, let's go. Me too, Daddy. And me. Why not? Everybody. We'll go family plan. Follow me, the Pied Piper of the men's room. We were just children, alone and terrified. And then he too flew away, and I thought my heart would break. It would have if they had moved in Justin. Justin? بله جاستین، اون یه خلبان بود، وحشی و بیبا که اخلاق کولیا رو داشت. هیچ فهمیدی یه نفر الان کپلمو بشکون گرفت؟ خواسته بهت خوش آمد بگه. باید عکس العملم نشون بدم؟ طرف دیگه شو برگردم. متشکرم که انقدر به فکر من هستی. ببین بهتر اون ساز قدیمی رو کوک نکنیم باشه؟ گوش کن، من باید برم تلفن کنم و برای این زودی عزیزم؟ برای رزرو جا باید تاکید کنم، اشکالی داره؟ نه به هیچ وجه، برو هر کاری که صلاح میدونی و لازمه انجام بده جستی. عالیه. در ضمن راجع به اتاقم تحقیق کن. تو همیشه توپت پره و شمشیر تو بستی. شمشیر من هیچ وقت مانع کارای تو نشده. شده به ایتالیا یا آفتابی خوش آمدی. اون یه افسر بود، برای من حکم یه معجزه رو داشت، اون برای من همه چیز می آورد، تخم و مرغ، شکلات، همینطور سوپ. اوه چقدر اون سوپای آمریکایی رو دوست داشتم. جاستین خیلی زنده و بانشات بود، ولی بعضی وقتا غمگین میشد، درست مثل اونای دیگه. این بود که همدیگر رو دلداری میدادیم. اینقدر دلداری برای یه دختر جوون؟ اونا وارد زندگی من شدن، از زندگیم خارج شدن. سه هفته بعدش وجود یه بره تو دلی رو تو شکمم حس کردم. وای پنابر خدا. این بود که برای هر کدومشون یه نامه نوشتم و وضع خودم رو تشریح کردم. جواب هر سهشون تقریبا یه جور بود. هیچ نگران نباش کوچولو، من ازت نگهداری میکنم. و این کارو کردن. از اون وقت به بعد هر ماه یه چک برام فرستادن. اکی بابا، از 20 سال پیش، 20 سالی که هر ماه شما یه چک دریافت میکنی؟ 20 سال تمام هر ماه سه تا چک دریافت میکنم. و شما هنوز پدر بچه‌تون نمیشناسی؟ مسلمه که میشناسم، فقط نمیدونم کدوم یکیشونه. ببخشید
هی صوت فون حالت چطوره؟ خوشحالم که دوباره میبینمت. منم همینطور. من دارم برای رزرو جا اقدام میکنم. آره منم همینطور. عذر میخوام. ولی شوهر شما کاپیتان کمبل بزرگ بود. کدوم یکی اونا کمبله؟ شوهری در کار نبود، کاپیتانی هم در کار نبود. پا این اسم کمبلو از کجا آوردین خانم؟ از روی سوپ. شما اسم سوپ رو خودتون گذاشتین؟ مجبور بودم. تنها اسم دیگه آمریکایی که بلد بودم کوکاکولا بود. نمیتونستم که اسم خودم رو بذارم خانم کوکاکولا. پا همه چی ساختگی بوده از شوهر. وای، ولی در مورد بچه نه. موضوع بچه ساختگی نبود. جیای کوچولوی من، برای اون اسم لازم بود، برای اون پدر لازم بود. تو مردم این شهر رو نمیشناسی، نمیدونی چه حرفای پشت سر آدم میزنن. کارلا سولمی، اونا اسم منو گذاشته بودن گربه ولگرد. من به این مردم میتونستم بگم بچه‌ای دارم در حالی که شوهر ندارم؟ میتونستم بگم یکی از اون سه نفر پدر بچه‌ی منه؟ نه من چیزی بهشون نمیگم. اون خوکای کسی هیچ غلطی نمیتونم بکنم. بذار تو همین خواب و خیال باش. آروم باش. حالا من یه خانوم هستم، درست مثل اونای دیگه. رفتم تو فلورانس، بچه‌مو به دنیا آوردم. وقتی برگشتم لباس بیوه‌ها رو پوشیده بودم. در مرگ شوهر پولدار آمریکاییم عزادار بودم و شب و روز اشک می‌ریختم. کاپیتان سو؟ بله. اون موقع چقدر فرق داشت. حالا همه به من میگن بوناسر خانم کمبل. حالا دخترتون که تو مدرسه عالی سوئیس چطوره خانم کمبل؟ این بوناسر، اون بوناسر. پیر و جوان به من میگن بوناسر. همه به غیر از کنچس. اون حتی یه دفعه هم اسم منو به زبون نیورده. بینم جیا این جریان میدونه؟ مسلمه که نمیدونه. اون تنها کسیه که هیچ وقت نباید بدونه. حتی اگه یه وقتی جیا بفهمه پدرش. بله، کیه؟ کجا رو میخوای؟ کارلا نقلی، تو خودتی، منم عزیز. اوه توی، خوشحالم که دوباره صداتو میشنوم. کدوم یکی؟ من نمیدونم. تو کی هستی؟ حالت چطوره؟ من تو فرودگاه یه دقیقه وقت دارم، میتونم حرف بزنم. منظورم اینه که جیا خونه نیست؟ او نه، اون خونه نیست. ولی تو اون هستو ایست برگردونده؟ البته. او میداند من کی هستم؟ نه، هیچ کس نمیدونه تو کی هستی. آگوش کن، ما امشب تو رام میمونیم، صبح با تو سرکت میکنیم و در حوید ساعت 5 میرسیم با اونجا. فردا ساعت 5. چاو نقلی. چاو. اون فردا ساعت 5 میاد اینجا. خب چی بهش بگی خانم جون؟ چی، من اینجا نمیمونم. ولی تو باید بهش بگی خانم کمبل و دخترشون مجبور شدن برن. بگو عمش سخت مریض، رفتن دیدن اون. ولی حالا عمه که بهتر شده. اون چون منو دوست داره دوباره مریض شده. الو. اموره. کارلا، کارلا عزیز، هفته هاست که من فقط به فکر تو هستم. اون خونه یه کوچیک سفید، اون اتاق کوچیک سفید که ما توش، درست مثل این که همین دیروز بود تو رو می دیدم که اونجا ایستادی. بعد بهت می گفتم من یه اتاق دو تخته با دو تا توالت و دو تا حموم می خوام. متشکرم. این یکی دیگه چی می خواست؟ درست مثل اون یکی، با این تفاوت که دو تا توالت و دو تا حموم می خواست. کارلا اومده. کارلا یا عزیز من، خوشگل من. منو بذار زمین. چی شده کارلا؟ کسی میخواد جایی بره؟ من میرم. ولی تو تازه برگشتی. این هیچ ربطی به تو نداره. ولی من فکر کردم تو برای فکر کردن پول نمیگیری. ولی آمریکایی‌ها دارن میان، تمام دوستان شوهر شجاع مرحومت. نمیخوای اونا رو ببینی؟ ویتوریو، تو چقدر زمخت و چقدر بی احساسی. نمیتونی بفهمی دیدار مجدد اونا چقدر برای من دردناکه؟ اونم درست وقتی که جای زخم شروع به خوب شدن کرده. شروع؟ 20 ساله که گذشته. تو از کجا میدونی خوب شدن جای زخم چقدر طول میکشه؟ تو چی هستی؟ دکتری؟ پروفسوری؟ شفا دهنده زخمی؟ شاید حق با شما باشه خانم کمبل، ولی آمریکایی‌ها فردا بعد از ظهر وارد اینجا میشن. عصر. چرا میخواین شب تو این جاده‌های کوهستانی و خطرناک رانندگی کنیم؟ امشب راحت برین بگیرین بخوابین، فردا صبح که کاملا سر حال هستین برین مسافرت و زخماتون رو خوب کنین. الان 5 هفته است که Hmm.
Ma guarda che faccia, pensa sempre la stessa cosa. Hai proprio visto tu? Ma no! Ma io c'ho altro da pensare, sai! Ho detto che me ne vado e me ne vado! Signore? Where's the nearest telephone? Over there, signore. No, no, I mean outside the hotel. Around the corner, signore, in via Veneto. Ah, grazie. You're welcome, sir. Calm down. Oh, honey, as soon as the room is made up, put the kids to bed. I'll get them something like tea. Like what? Like apples. Apples? Oh, gee, honey, it's 3:30 New York time. They ought to have a little bite to eat before they go to bed. I know this little place on the via Veneto. Oh, yeah, that's a good idea. I'll come with you. Didn't you hear what I just said? It's 3:30 New York time. You should be in bed. I don't want to go to bed the same time he does. Well, why not? I'm older. What difference does that make? I'm older than your mother. I go to bed the same time. I'll bet it wasn't easy at first. You hear that? Phil, look, let's not have discussions the whole trip. If the boy wants to go with you, you take him with you. Shirley, they got streetwalkers here. What's the difference? All you're buying is apples. I want to see the streetwalkers. Yeah, me too. You hear that? Sex criminals we're raising. I'll streetwalk you right into bed. You go with your father. You're spoiling this child. Phil, don't raise your voice. You'll leave emotional scars. Come on, man about town. الو؟ بله؟ روم؟ از رومه. الو؟ نه، مسلمه که نه. چطور میتونستم قبل از شنیدن صدای تو بخوابم؟ بعد جودی که دفتاد شدم یه عده دادن منو تعقیب میکنن شدی و صدا بچه ها بلکن من نیستن دودت بگدن هر کاری میخوای بکنی بکن من انقدر اشتیاق دارم که نمیتونم صبر کنم پس تا فردا چاو کاریسیمو اون کی بود؟ کی بود؟ پای تلفن. چه میدونم؟ کسی نبود. تلفن چی بود؟ کاریسیمو. من نمیتونم صبر کنم. باید تلفن چی فوق‌العاده‌ای باشه. کی بود؟ جیا بود. جیا تلفن کرد. آره، اونم از روم با صدای بم و مردونه. من خر نیستم. هر ماه این کوچولو یه سری میره فلورانس و با هدایای شیکی برمیگرده. تو هیچ وقت فلورانس نرفتی. تو رفتی روم پیش اون یارو. Lawrence, to collect the check for my poor husband's family. You know that. I know nothing. All these years, from the day I came here from Bolton. نمیدم هیچی. فقط هر روز مثل گل زیر پای خانم کمبل له میشم. ناسلامتی من خبره انگورکاری هستم. فقط تو اون کار خبره نیستی. آه بس دیگه. شبا وقتی کسی نیست وضع عوض میشه من یادم دیگه میشم میشم ویتوریای عزیز و دوست داشتنی دوست دارم ویتوریا گوشای تو چشمای تو دماغ تو در تمام دنیا لنگه نداره حالا مثل اینکه یه دماغ دیگه پیدا شده اون کیه؟ یه بانکدار؟ یکی از اون پیروپاتاله سیگار برگ و شکم گنده نه؟ هیچ کس نیست مرد دیگه ای در کار نیست این حقیقت داره باور کن در تمام عمرم هیچ مردی به من دست نزده به جز تو و پدرای بچم پدرا؟ به پدر نه تو اینقدر منو عصبانی میکنی که اصلا نمیفهمم چی میگم حالا بیا بگیر بخواب نه خیر متشکرم خانم کمبل من از طبقه پایینم بیا تو تخت خواب دیر وقته دیر وقته چی کار میشه کرد من مال طبقه پایینم ولی اون یکی اون باید از طبقه بالا باشه که به خاطرش فردا میری اونم وقتی که آمریکایی‌ها میان وقتی که جیا میاد وقتی که جیا میاد آره خودش تو کارت پستال نوشته بود کدوم کارت پستال؟ کارت پستال جیا هفته پیش رسید روزا 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 باز اون خود چی کارتون کرده؟ از جیا کارت پستال اومده بود؟ بله بهتون گفتم شما انداختینش تو بخاری آه.
ویتوریا جریان تجدید مودت آمریکایی‌ها را برام نوشت. خیلی مشتاق هستم که دوستان آمریکایی پدرم را ببینم. پنجشنبه بعد از ظهر وارد می‌شوم. من نمیتونم برم. اگه جیا بیاد من دیگه نمیتونم برم. کی به تو گفت اینو براش بنویسی؟ حالا مگه چی شده؟ تو سه کلاس درس نخوندی یهو برای من نویسنده شدی؟ آخه یه خبرنگار کی این سمت به تو داده که متصدی مکاتبه بین من و دخترم باشی؟ خب یه نفر باید مینوشت، از این گذشته اون پدر نداره. تنها چیزی که اون نداره کمبود پدره. من سر درد نمیارم. جیا نباید آمریکایی‌ها رو ببینه. نه، اون نباید با افتخار و سربلندی بگه من جیا کمبل دختر کاپیتان شجاع شما هستم. نه احمق جون، اولاغ نفهم مسخره. میخوای علتشو بدونی؟ چون کاپیتان کمبل شجاعی در بین نبود. اصلا کاپیتانی در بین نبود. پس چی بود؟ یه صدفان، یه گروهبان و یه سرجوخه فلک زده. تو بهش بگو. San Marino, we're coming back. Kelly Williams, Johnson, Bernstein, and Mack. Back once more to give you our thanks for the hospitality you gave to us Yanks. From New Jersey, Kansas, and Maine, Pennsylvania, Texas, and New York. We're here to tell the world we'll never let you down. San Marino, the great Italian we mean. A great Italian, yes sir, a great Italian town. آخه چرا مردم توی همچی سفرهای بچه دنبالشون را میندازن؟ مگه ندیدی اون پسر با افتیرش یه گوله تو گوشم خالی کرد؟ انقدر جوش نزن، بچه ها اینطوری هم دیگه. تو کجا میدونی؟ پدر سالی بدبخت مرتبی آدم میندازی. تو که عرضشو نداری. یکی همین روزا چیزی نشونه دیدم که تعجب کنی. فردیناند کبیر. یکی از همین روزا ممکنه تعجب شاخ داره. داره جون احمد. سیلوانو، تریگو، لویجی، فرانسیسکو، اینم آنتونیو و اینم گیسپی. یاده دیگه. نکنه اتفاقی افتاده، باید به مدرسهش تلفن کنم. جیا! جیا! جیا ویتوریا جیا قشنگه حالا چطوری؟ خیلی دلم برای تنگ شده بود رازم قربونه قد و بالات برم جیا ماما جیا دخترم خیلی دل واپس بودم چرا اینقدر دیر اومدی؟ این ماشین از کجا آوردی؟ مال یکی از دوستانم. مال اونه، خیلی نازه نه؟ آره قشنگه، بعد صحبت میکنیم. ماما اون یه دوست استثنائیه. یه چیزی هست که میخوام بهت بگم، یه موضوع خیلی. سواشو تو را به هم میگی. مگه ما جایی میریم؟ بله عزیزم. ولی ماما چطور ممکنه آمریکایی‌ها اینجا هستن و ما اونا رو ندیدیم؟ جیا دخترم چطور میتونم حالیت کنم عزیزم؟ من نمیتونم اونا رو ببینم. تو نمیدونی عزیزم پدر نازنین و بیچارت مرد و اونا زنده موندن. چطور میتونم از اونا متنفر نباشم؟
چرا خوبا همیشه زودتر میمیرن؟ تفلکی ماما، البته تو نباید بمونی. پس زودتر عزیزم، زودتر بیا از اینجا بری. نه ماما، من نمیام، تو برو، تو باید بری. اما دلیلی نداره که من برم. ولی جیا، اونا دوستان پدر من بودن. من خیلی چیزا میخوام راجع به پدرم از اونا بپرسم، چه شکلی بوده، چه افکار و احساساتی داشته. من میخوام هر چی اونا میدونن به من بگن ماما. چمدونا رو بیارین تو خونه. پس خیال نداری بری؟ جای من در کنار توی عزیزم. وقتی که اون سوالاتو میکنی من باید باشم. آه ماما عزیزم، تو اونجا پیش خانم ما باش، من چمدونا رو میگیرم و میارم. یه دقیقه دیگه میبینم. خیلی خوب. اگه حالا روزیتا رو ببینی چی کارش میکنی؟ درسته، قورتش میدن. عشق من مثل یه تابلو نقاشی بود، نمیدونی اون زمان ما چه آتشی میسوزدیم. جای سوختگیش هنوز از بین نرفته. خیال داری اونو ببینی؟ بهتره باور کنی. کاش منم میتونستم درم، ولی دژبانم همراهم آوردن. هنوز یاد نگرفتی چطوری دکش کنی ها؟ نه. خب پس درست گوش کن. یه کلمه جادویی هست به نام آرایشگاه. آرایشگاه؟ منظورت از آرایشگاه چیه؟ دژبانت وادار کن بر آرایشگاه، سرشو با شامپو بشوره و بپیچه. شامپو و پیچیدن یه ساعت نیم بهت وقت میده، هر کاری که دلت میخواد بکنی. اگه مانیکورم بزنه 45 دقیقه به وقت اضافه میشه. تازه اگه موهاش بدقلق باشه نیم ساعت دیگه اضافه میشه. شاید بتونم راضیش کنم که یه دندونش هم بکشه. برای چی اینطور خودتو خسته میکنی؟ شنیدم در سانفورینو یه آرایشگاه خیلی عالی هست. چطور شد یهو اینطور به فکر راحتی من افتادی؟ خب بالاخره باید از یه جای شروع کرد. پرانتو لا پاتینریا پر کتازیا می پرند اون اپونتمنتو دل پروکیرا پاسیبیمنتی سوبیتو. لا سیناریا، رازیا. چه شانسی. متصدیش گفت اگه همین الان بیاین میتونم سرتونو بپیچم. در ضمن گفت آرایشگاه همین نزدیکی است. من زیاد طول نمیدم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. معذرت میخوام. این لباسای من کجاست؟ خیلی چروک بود، دادم اتوش بزنن. ساعت 6 میارن. من رفتم. آریودرچی. آریودرچی. ببین شردی محبوبم، من هیچ وقت نشده بهت بگم موهاتو دودست کن، ولی الان بسیار پدیشونه. دودت بگردیدم. دودست میگم. من بازم میگم که تو باید بری آرایشگاه. خیال میکنی این پستیج رو واسه چی آوردم؟ نمیخوام توی یه سالن کوچیک آرایشگاه از گرما بپزم. از داد و بیداد اون بچه های نونور سردرد گرفتم. حقش بود، اصلا نمیومدم. تو چقدر زود کوره در میری پلنگ من. تو هم چقدر ایراد میگیری خوشگله. عزیز دلم، آخه این چه زندگانیه؟ نمیشه ما چهار کلمه حرف بزنیم و دعوامون نشه؟ تازه مگه من تو چی خواستم؟ من گفتم لباسم رو بردار ببر دم رودخونه با چوبک بشور. من فقط میخواستم بری آرایشگاه گلپر من، برای اینکه قیافت استثنائی بشه. میدونی چرا؟ اصلا که تو نظر من استثنائی هستی. بلی آخه این پستیش چی؟ نرم تن من. این پستیش تو موهای پیرزن کلان کلش تازه. من میخوام موهای تو رو دوست داشته باشم، نه موهای اونا. بالتر، تو خلومبه نمکی. از اینا گذشته ما بغیر از هم دیگه کیا داریم؟ آره، میدونم. بیا یه ماه عسل دیگه درست کنیم. آفتاب و عسل و موز، چطوره؟ عالیه، عالی. دانم، یه سری با آرشگاه میزنیم. البته. آی نفس من. نه، ولی حالا زوده، حالا نه. I compliant esercitano i loro diritti. Ma è come se lo fossero per Diana. Le rammento di nuovo che ci sono delle signore presenti. E come sono presenti? E voglio che lei le mandi via. Mi spiace, signor Wallingham, ma questo è un conflitto sindacale. E io sono capo di Crow. Noi faremo? Voi non farete, farò io.
Tu ed io siamo fregati. Sì, è vero. Parirata, puoi dire papà? بیا بریم دیگه پاپا. کجا؟ کجا بدیم؟ ماما گفت به ما نشون میدی زمان جنگ کجا های جنگیدی. چی؟ ماما گفت من چی؟ بیا بچه پاپا حاضر بودیم بیای. آدو چه دا صدا میکنی؟ چطور میشه در آن واحد آثار باستانی و جاهای دیدنی یه مملکت تازه رو دید؟ میدونین من به چی علاقه مندم؟ اون گردش های دست جمعی برای دیدن آثار هنری. آدم با اتوبوس را میفته از این خیابون به اون خیابون. شنیدم تو ایتالیا چیزای جالبی دیده میشه. دست شما به کدوم این علاق مندی؟ نقاشی و مجسمه سازی؟ دمپایی های اتاقا. شنیدم در فلورانس با چرمای مخصوصی درست میکنن که دل آدم صف میره. چطور فردا با هم بریم اونجا؟ سعی میکنم. خب بگذاریم. اسم من شرلی نیومن، اسم شوهرم فیلیپ نیومن. زمان جنگ اینجا سرجوخه بوده. منم لورن یانگ هستم. شوهرم زمان جنگ اینجا ستوان بود. جستی. مطمئنم که فیل شوهر شما رو میشناسه. وقتی برگردم هتل ازش میپرسم جاستین رو میشناخته یا نه. ببین الان نگاه نکنی یا نزو بفهمی که تو داری نگاش میکنی. اون دختر جوان که بغل دست نشسته از اون خوشگلای تیپیک ایتالیاییه. بهتره بهتون بگم من زبونی شما رو بلدم. خیلی معذرت میخوام، من فکر کردم شما مال دهکده هستی. هستم ولی من نیمه آمریکاییم. پدر من تو اون اسکادران بود. کاپتان ادی کمبل. راستی؟ من تو سوئیس تحصیل میکنم، در ژنو به یک مدرسه آمریکایی میرم. مدرسه آمریکایی؟ پدرم بلا فاصله بعد از ازدواج با مادرم کشته شد، ولی خانواده اون از اون وقت به بعد زندگی ما رو تامین کردن. خیلی به ما محبت میکنن. چه داستان قشنگی. رو آدم اثر میذاره. خب مامانت چی؟ بعد از این همه سال مادر بیچارت چی کار میکنه؟ این مامان منه. این مامانته؟ خانم کمبل معذرت میخوام، من خانم نیومن هستم، ایشون خانم یانگ. خوشبختم. چه داستان جالب و قشنگی. دو دخترتون، چه دختر قشنگی دارین. میدونین اون یه حلقه زنجیره، یه حلقه زنجیر زنده که اسکاتران نیروی هوایی آمریکا رو بده کرده شما متصل کرده. تو این مدت هیچ کس چیزی در این مورد نمیدونست؟ راستش خانم یه موضوع خصوصیه. نه دیگه این موضوع خصوصی نیست خانم کمبل، من در کمیته اجرایی انجمن بانوان هستم و ترتیب میدم. نه زحمت نکشین. علاوه بر این کاری میکنم که در این مورد فوراً اقدام کنن. خیالتون راحت باشه. درسته؟ درسته. متشکرم. Da questo luogo dove regna il silenzio della morte, da questo luogo dove un giorno un furiuola lotta, dove risuona ancora oggi l'eco dei cannoni, qui dove tanti giovani venuti dall'altra sponda dell'oceano con l'ideale nel cuore di portare aiuto agli oppressi e invece trovarono l'olocausto della loro vita. Onnipotente Dio, noi eleviamo la nostra umile preghiera. Concedi a questi giovani eroi l'eterna ricompensa del loro sacrificio. Essi cadono qui, in campo di battaglia, in terra straniera. E in quel momento di estremo bisogno, non ci fu la mano che finire della mamma lontana, potesse lor dare una goccia d'acqua. ناشش اومد. همونه خانمی که تو آرشگاه دیدمش. خیلی نازه نه؟ آدی فکرشو بکن، 20 سال زندگی اون دوتا رو تامین کردن، لابد خیلی براشون خرج برداشتی. آدی میزری کورتیور سیگنور devotamente ti preghiamo possa il sacrificio della loro giovane vita essere una lezione a questo mondo sconvolto. La guerra, distruzione e morte. Oh Signore. Amen. و حالا به اسکادران 293 ارتش امریکا خوش آمد میگیم. به خانه‌تون خوش آمدید. بله، اینجا خانه شماست. خانه دوم شما. با اینکه مدت کوتاهی اینجا زندگی کردید،
به نظر عده زیادی از شما و همه ما یک عمر اومد. وقتی برگشتین امریکا ما واقعا حس نکردیم شما رفتید، چون عده زیادی از شما یادگارهایی از خودتون باقی گذاشته بودین. شبا قصر دارم، چون فردا جیا رو بر میدارم و از اینجا میرم صبح زود. اخبار خاک خوشا باش. عجیبه، ماما من حتی یه آمریکایی رو پیدا نکردم که اسمی از پاپا شنیده باشه. چقدر فراموشکارم. خب به دلت بد نیار، فردا صبح زود میریم به دیدن عمه چلستینا. باشه عمه چلستینا؟ حالش خیلی بده، من بهش قول دادم. ولی ماما، ماما آمریکایی اینجا هستم. تو گفتی میخوای یه چیزی به من بگی، فردا صبح که حرکت میکنیم حرفامونو میزنیم. باشه خیلی خوب ماما، بنابراین حالا میریم خونه. باز سیاحت کن که اینجاست خانم اد کمبل. من والتر برادوک، منو یادتون میاد رفیق اده. سلام آقای برادوک. سلام خانم کمبل، شما کاملا سرحالین. نکنه این بچه اده باشه. دختر من جیا، جیا ایشون آقای برادوک هستن. سلام آقای برادوک. آخه سلام به رومات، چقدر خوشگله، جدن بانمکه. عیزه من دوستای قدیمی بابات هستم، من دوستای بسیار قدیمیش. باید ببینم، نمیدونم من رقصیدم با یه مرد چه احساس میکنی، ولی با کمال میل. خوشی دستم. شما خوب میرخسین آقای برادوک؟ آقای برادوک؟ شما خوب میرخسین؟ من؟ آره من اونایی هستم که سر و پا بند نمیشن، ذاتن رقاص به دنیا آمدم. میدونی من اهل گره ایندیه نه هستم، در واقع تو جرسی ما تولد شدم، ولی خونه زندگیم در گریه. یعنی وقتی با فریتزی ازدواج کردم با اونجا رفتم. فریتزی زنم منه، همون مخورمایی هست که اونجا نشسته. ما بار کوچیکی داریم، وزمون خیلی سکه هست. علامت بارمون یه مشعل فروزانه، چراغای نئون. ما تو بارمون همه چی داریم، شریم کاکتل، خورک قورباغه. آره ما بارمون خیلی آبرومنده. خیلی عالیه. این یکی از اونا بود. خیافه از اون برام تعریف کنی. چی پدرت؟ والله اون روی هم رفته مرد نازنینی بود، خیلی گردن کلافت، خیلی متواضع و خوشگل. راستش مثل آرتیس های سینما نبود، ولی روی هم رفته مرد خوشتیپی بود. بلنگت بود؟ آه بله، لباس های قشنگی میپوشید. بله مثل بارون ازش مردونگی میبارید. حتما اونو خیلی خوب میشنختیم. والله انقدر که میتونم بگم، اگه اونم شب اینجا بود مثل من تو رو بغل کرده بود، وز نگاه کردنم به تو،
واقعا احساس غرور میکنم. متشکرم. راجع به امروز متاسفم، فردا چطوره؟ چه وقت؟ صبح. صبح زود نه. ساعت 11. خوبه. جیا فوق‌العاده است. متشکرم. چاو. چاو. آخه چطوری میتونی بذاری بیاد خونه؟ دلیلشو بهت گفتم که من تو خونه نمیمونم. معذرت میخوام، اجازه میدی گودوبا؟ متشکرم دون چیزی کم بود. متشکرم. من فرما. اونم هست؟ از اون برام تعریف کنی. قبلا چی شنیدی عزیزم؟ چیز زیادی نشنیدم، فقط شنیدم پدرم مرد بسیار خوشگلی بوده. راستی؟ خوشگل ها؟ آو والا میشد گفت خوشگل بود، ولی در ضمن شنیدم رفتارش از هر لحاظ مردونه بوده. مددونه؟ دیگه چی داجه به اون میدونی؟ کی؟ بگو میتابم. صبح میبینم ات، ولی نه صبح زود. چاو نقلی. چاو. خیلی به هم نزدیک بودی. الان که با تو میدرسم داداست مثل اینه که دادم با بچه خودم میدرسم. از رقصیدن با بچه هاتون لذت میبری؟ نه زیاد، اونا پسد هستن. بودمون خندت بگرد. سرجوخه، ممکنه درجمو به رخت بکشم؟ ازش کاملا مداقبت کن صدفان، دختر بسیار نازی. اون سومیه؟ آره. خوش قیافه هست؟ آره. از همشون بهتره؟ آره. قیافش مثل باز میمونه. از داشتن چنین دختری بهتون تبریک میگم خانم کمبل، واقعا زیبا و دوست داشتنیه. باید فردا تو رو ببینم. کی؟ صبح جیده بچه هستم، نزدیکای ساعت 11 چطوره؟ خیلی عالیه. متشکرم. چاو 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 چاو. بهت که گفتم روزنامه، فردا تو خونه نمیمونم. تا اونجا که اونا برام تعریف کردن، مامان پاپای من زوج خوبی بودن و بدون تردید دختر خوشگلی به وجود آوردن. متشکرم. مصاحبت شما لذت بخش بود، امیدوارم بازم ببینم اتون. منم همینطور جیا. شب بخیر. شب بخیر. ماما اونا هر ستاشون پاپا رو میشناختن. خوبه، خیلی خوبه. بنابراین حالا هممون میریم خونه و فردا صبح زود میریم پیش عمه چلستینا. حالا حتما باید بریم، اون مرد واقعا عالی بوده. عمه چلستینا واقعا زن مریضیه، میتونیم ناامیدش کنیم؟ نه. خوبه، پس صبح زود حرکت میکنیم. بیا. اتنسیونی خانم ها و آقایون، ممکنه خواهش کنم توجه کنید؟ مامان میخواد آواز بخونه؟ چه میدونم؟ میخوام مطلب مهمی رو به اطلاعتون برسونم. لطفا یه دقیقه صبر کنید. سینیورا کمبه، یه دقیقه صبر کنید لطفا. نمیدونم کسی از شما اطلاع داره یا نه، ولی تو این شهر کوچیک دختره بسیار بسیار زیبایی هست که سمبل این تجدید مودت شناخته شده، ولی بیشتر شماها هنوز اونو ندیدید. بله، همینجا بین ما دختر زیبایی هست، دختر بانوی سانفورینو و کاپیتان اسکاتران ما ادی کمبل، که شجاعانه در جنگ مرد. حالا خانوم ها و آقایون اجازه میخوام که خانوم کارلا کمبل و دوشیزه چیا کمبل رو معرفی کنم. این یک داستان بسیار قشنگیه که امروز بعد از ظهر در آرایشگاه به طور تصادفی شنیدیم. خب من شخصا تمام اطلاعات لازم رو کسب کردم و پیش از اون که به اطلاع اعضای کمیته برسه، میخواستم تقاضا کنم که یعنی میخواستم از همگی تقاضا کنم که از حالا به بعد کلیسای اسکاتران ما بنای یاد بوده ادی کمبل نامیده بشه.
مراسم امروز بعد از ظهر آقای شهردار به من گفتن که قراره فردا در مراسم رسمی که به افتخار اسکاتلند ما برپا میشه کنتس لوحه یادبود رو قبول کنن، ولی من اطمینان دارم که ایشون کنار میرن تا خانم کمبل لوحه رو قبول کنن. خانم کمبل شما قبول میکنین؟ والا من بله من قبول میکنم. قبول میکنه. چرا این کارو کردی؟ حالا نمیتونی از سانفورینا خارج بشی. سه تا آمریکایی اومدن اینجا. جی اومده اینجا. خب یه چیزی بگو. اون پنیر رو بده من. چطور میتونی همچین موقعی غذا بخوری؟ اگه نخورم جیغ میکشم. آخه چرا قبول کردی؟ به خاطر اون این کارو کردم. و به خاطر حالت نگاه کنتس. اسم منو نمیبره ها؟ نبره. حالا اینقدر بنای یاد بوده ادی کمبل رو ببینه که چشمش کور بشه. حالا میفهمه خانم کمبل کیه؟ بله مسلمه که میفهمه. جیام میفهمه. تمام مردم شهر میفهمن. آره تو معروف و مشهور میشی. ها. مسخدست همه چیز به ما مدبوطه. حتی عمود کمیته زنان. بنای یادبود بدای صد باز و گمنام. برای چی اینقدر دلخوری فیل؟ اتفاقا فکر بکری بود. ولی شاید اون زن میخواست کسی کادی به زندگی خصوصیش نداشته باشه. درسته؟ مگه مخالفت کرد؟ شاید اون زن میخواست خاطره شوهرش فقط بدای خودش بمونه، ولی نشد. تو خودتو قاطی کردی. آخه چدا تو با اون زبونت چدب و ندبت میتونی تمام مردمو فدی کنی؟ فیل کم کم داری منو عصبانی میکنی. جدی؟ اگه تو جای اون بودی و حد دوز به یاد مد شوهرت میافتادی چه حالی بهت؟ آخه تو هیچ وقت نمردی که من بتونم بفهمم. اوه زبونم لال. بسیار عالیه. از تدف یه زن به شوهرش حرف خوبیه. من هیچ وقت فکر نمیکردم یه همچی چیزی بگم، اونم به شوهر خودم، در حالی که بچه هم تو اتاق بغلی خوابیده. شدی بی نداده، فراموش کن. معذرت میخوام، به خاطر تو این کاره کردم، به خاطر اسکاتران شما. میدونم عزیزم، منم معذرت میخوام. من فقط میخواستم تو رو خوشحال کنم. شدی عزیزم مهم نیست. آخه عزیزم من همیشه به فکر خوشبختی تو هستم. تا حالا باید منو شناخته باشی. من از تو توقع زیادی ندادم. وقتی صبح از خواب بیداد میشم و عینکمو بغل دستم میبینم، همون بدای خوشحالی من کافیه. دودت بگردم. وای این اسباب بازی چیه؟ این چجور مسواک برقیه؟ درست رفت تو چشم. اون آب پاش از فرودگاه نیویورک خریدمش. آب میپاشه رو لسه ها. شانس آوردم کور نشدم. هر اسباب تازهی به بازار میاد تو باید بخری؟ بسر تو چه حرفایی موسیقی میزنی؟ بینم اصلا تو چه شده؟ امروز بعد از آرام خیلی شنگول بودی. مامش تقصیر اون زن پرچونه نیومنه. کی بهش گفت رو کلیسا اسب بذاره؟ برا تو چه فرقی میکنه؟ تو که ادی کمبل نیستی. منظورت این حرف چیه؟ هیچی. بیا منو بخور. معذرت میخوام، امروز خیلی خسته شدم. آره میدونی وقتی داشتی با اون دختر ایتالیایی میرقصیدی بی اختیار به این فکر افتادم که اگه ما هم بچه داشتیم به سن و سال اون بود. آره میفهمم، جیگرمو نسوزون. وقتی با اون میرقصیدی یه حالت به خصوصی داشت. تو یه دقیقه هم ولکن نیستی؟ مگه من چی گفتم؟ تو همش میخوای دماغ منو بسوزونی. درسته هیچ وقت به این فکر افتادی که ممکنه عیب از تو باشه؟ یعنی این تویی که بچه دار نمیشی خانوم؟ خیلی خوب آقا جون، حالا که تو این موضوع رو مطرح کردی بذار یه چیز روشن کنم. دکترا تشخیص دادن این تویی که اجاقت کوره و بچت نمیشه، نه من. دکترا ممکنه اشتباه کنن. بلم کن، تو چه جور بشری هستی؟ عاقلی یا دیوونه؟ یه دقیقه مثل بره رامی، یه دقیقه مثل یه حیوان وحشی هستی. متاسفم. منم متاسفم. خیلی خوب اومدیم اینجا، خوش بگذرونیم. خوش بگذرونیم. صبح چی کار کنی؟ من نمیتونم. چی نمیتونی؟ هرچی هست من نمیتونم، جلسه دارم. خیلی خوب منم نمیتونم. چی رو نمیتونی؟ همون چیزی که تو نمیتونی منم نمیتونم. میخورم. باشه هرچی تو بگی، فقط بیا خوش بگذرونی. خیلی خوب بیا خوش بگذرونی. پس نخوابی. فرداش چی؟ میریم فلورانس؟ متاسفانه باید بگم نه، منو گذاشتم تو کمیته راهنماها. فردا صبح اولین جلسه مونه. معرکه است؟ ببین من که نمیخواستم عضو کمیته راهنماها باشم، انتخابم کردن. معلومه انتخابت کردن عزیزم، درست مثل اون سالی که به عضویت انجمن شهر انتخابت کردن و مجبور بودی تعطیلات آخر هفته رو اونجا کار کنی. خیلی خوب، منظور از این حرفا چیه؟ هیچی. منظورم این بود که من خوشم اومد تمام شبا به من محل نذاشتی و همش به اون دختره این مکش مرگ مای ایتالیایی رقصیدی که نصف سنت رو داشت. ای تو نرو دیگه، داری زیادی. این حرفت خیلی بی ربط بود.
من پدر اون دختر خیلی خوب میشناختم. مرد بسیار نازنینی بود. خب مادرش چی؟ از قیافش پیداست که اونم مثل پدرش قابل شناختن بوده. این حرفا رو تو کجا میخوای بکشونی؟ تا همینجا دیگه کش نمیاد. لورن، من آدم مقدسی نیستم، ولی هر کاری کردم به خودم مربوط بوده. گذشته ای من صدمه ای به تو نمیزنه. تو کمیته بهت خوش بگذره عزیزم. متشکرم. اون تمام گالریای فلورانس بلده، میتونه راهنمای خوبی باشه. آره، وقتی اتوبوس حرکت میکنه اونم اونجاست. بنابراین از خونه خارج میشه. بیل جیا. Yes, mama. Darling, they called me and asked if you would be a guide on a tour to Florence tomorrow. And you know me, soft-hearted, I said you would go. I don't know if so I can. So, you're ready yet? You don't know if you can. Hello? Yes? What? From Paris? Gia Campbell? Yes, she is. Hello? I'm Mama. Oui, chérie. Tu m'as manqué aussi. Beaucoup. Comment? Tu as obtenu la concession? Brésil? Mais quand, chérie? Après demain? Tôt. Je dois en parler à ma mère. Appelle-moi demain. Au revoir. Oui, je t'aime aussi. سیگار کشیدنم تازه شروع شده؟ یکی دو ماهی است. با پاریس صحبت میکردی؟ دوستت بود؟ آره. یه دوست خوب؟ بله ماما. یه پسر؟ یه مردی. چند سالشه؟ 27 سال. آه، سن خوبیه. خب برزیل؟ مثل اینکه صحبت برزیل بود. نمیدونستم تو فرانسه بلدی ماما. از فرانسه فقط کلمه برزیل رو بلدم. موضوع برزیل چی بود؟ اون میره اونجا. زمین شناسه یه بورس تحقیقاتی بهش دادن. فردا نه پس فردا از پاریس حرکت میکنه. لابد میخواد تو هم باهاش بری. مدرسه‌تو ول کنی و باهاش بری برزیل. آره. اون تو رو دوست داره؟ اینطور میگه. تو چی؟ آره، خیلی زیاد. پس کی ازدواج میکنین؟ گفتم کی ازدواج میکنین؟ اون قبلن ازدواج کرده. نه، من چه جور بچه بزرگ کردم؟ فرار میکنه میره برزیل با یه مرد زندان رابطه داره، سیگار میکشه، یه کانون خانوادگی رو متلاشی میکنه. ماما تو متوجه نشدی؟ اون قبلا متلاشی شده، اونا از هم جدا شدن. تو حق نداری اسم پدرتو تو تخت خوابه یه مرد زندان ننگین بکنی. چطور جرأت میکنی این حرفا رو به من بزنی؟ چطور جرأت میکنی صداتو رو من بلند کنی؟ پدرت یه روز پیش از اون که بمیره میدونی چی به من گفت؟ گفت اگه صاحب دختری شدیم دلم میخواد اسمش جیا باشه. جیا کمبل اسم قشنگیه. تا حالا اینو نگفته بودی؟ شاید جیا با یه مرد زندار فرار کنه، ولی کمبل نه. برای اینکه کمبل یه اسم پر افتخاره. کمبل معروفیت جهانی داره، یه اسم بی رقیبه، برای من ارزش داره.
تو نسبت به من دینی نداری، ولی تا اونجا که ممکنه باید کاری کنی که اسم پدرت با احترام برده بشه. خیلی خوب ماما، من نمیرم، من نمیرم. یه مرد زندار، تا حالا همچین روزی دیده بودین؟ فقط یه روز ممکن از امروز بدتر باشه. چه روزی؟ فردا. مگه سوره، من نمیخوام برم فلوراس. چی اهمیت به آثار هنری میده؟ دیدن آثار هنری برای بچه‌ها خوبه. هی، شاید بعضی از اون مجسمه لختادو ببینیم. شنیدی چی گفت؟ این بچه قبل از اینکه 12 سالش بشه میره زندان. بچه‌ها برین تو اتوبوس. بجنبین، یالا یالا بجنبین. همه سواد اتوبوس بشه. تو اتوبوس، تو اتوبوس. خدا نگهداد عزیزم. فیل، نست بود یادم بره. ممکنه اینو بدی به خانم برادوک؟ اون تو هتله. همون مخورمایی که اهل ایندیانا. تصیبشو میدم. صفت خوش بگیر. همینطور به تو. خودی دیگه جونمو گرفتی. عزیزم یه چیز قشنگی برای خودت بخر. میدونی که کجا نقدش کنی؟ چاو ماما. چند دقیقه دیگه تو خونه باش. چی؟ صدام، صدام، صدام آقا، این مال خانم بدادوچه. میدیش به خانم بدادوچ از طرف همسر منه، خانم نیومن. خانم نیومنو که دی 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 میشناسه که میدیش به اون. خب پول ندادن بلا. ممکنه یه مرکب واسه من صدا کنه؟ آه، تاکسی. خیلی ممنونم بابا. بفرمایید. برو محله یا نیومن، فیل نیومن، اسم زنشم شرلیه، فروشگاه داره، فروشنده کفشه و تو نیوجرسی زندگی میکنه. اسم بچه هاشم ننی بادی پروسیه. خانم برادوک؟ بله. برای شما از خانم نیومن دادم. این خانم کمبل کجا زندگی میکنه؟ در سال 1956 به عضویت کلوپ گلف در اومده. Petim, put away the letters. Who are to the others? Wait. Oh, there's no time. Put them in the bedroom. Close the door. Huh? Oh, Walter. Oh, Carla, baby, you're looking beautiful. Oh, come on inside. I wanna talk to you. Hey, will you look at this place? It's a palace. I mean, at only $85 a month? How'd you do it? Oh, well, I... from the insurance. What insurance? I was hit by a taxi. Where? In the piazza. Why didn't you write? Why didn't you tell me? Oh, how could I burden you? You've done so much already. Baby, come here to me. Watch it. Oh, don't you know? What I've done is nothing. Oh. You're the mother of my kid. Don't you know what that means? I mean, I made that kid. And you know what that did for me? It made my life, that's all. Honest. Like every Sunday when Fritzy's truck driver brothers would come over and raise me. Hey, what's the matter, Walt? No kids? Why don't you get some monkey glands? Big joke. Like it was my fault. But you and I, we know different, don't we, honey? I mean, we know different. Hey, Carla, baby. There's nothing in the world I wouldn't do for you. میدونی والتر؟ ها. فقط یه کار هست که میخوام به خاطر من انجام بدی. بگو چیه؟ میخوام تو بری.
چه فرماده؟ الان هیچ فکر نمی کردم اینقدر دردناک باشه. کجا درد میکنه؟ نه دیدار مجدد تو رو. آره ولی من اوه چقدر با خودم مبارزه کردم، نمیخواستم بمونم، خیال داشتم برم. روزا، روزا بهش بگو، بهش بگو من میخواستم برم یا نه، بهش بگو. بله اون خیال داشت بره. اون به تو دروغ میگه؟ اون میدونه. آدم تا کی میتونه همه چیزو تو دلش بریزه؟ او والتر تو این مدت چند سال خیلی از تو دور بودم و در این حال خیلی هم نزدیک تو رو میخواستم، در حالی که به تو دسترسی نداشتم. من یه زن تنهام ولی باید غصه یه سه نفر رو بخورم. او تو از من قوی تری، حالا برو، بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. کارلا نقلی باشه ولی گوش کن، من میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. جیا امسال پاییز میره دانشگاه، من به این فکر افتادم که چطور بیاد امریکا، بره دانشگاه شیکاگو. اوه خیلی عالیه. با این ترتیب میتونم به عنوان دوست پدرش تعطیلات آخر هفته رو برم به دیدنش. من با جیا صحبت میکنم. بگو تو بمینی. آره. حالا باید بری. چشم وانه کن این ساعت. چی شده؟ مأمور رسیدگی به تصادفات بیمه اومده. من نمیخوام اون تو رو تو خونه من ببینه، آدم دهن لقیه. تو یه دقیقه اینجا وایسا، من زود دست به سرش میکنم. خیلی خوب. دادت بگده. مگه من چی گفتم؟ مأمور بیمه تو خونه است اومده راجع به تصادف تحقیق کنه. کدوم تصادف؟ اوه هیچی، با یه کامیون تصادف کردم. چی؟ اون حرف مفزنه. برو همین دوره برای یه گشتی بزن، برگرد. عجله کن. من بدم یه گشتی بزنم. بدم یه گشتی بزنم. حالا دیگه خبری نیست. نقلی میتونم چند ثانیه دیگه بمانم؟ تو چقدر بی‌ملاحظه‌ای. خیلی خوب میروم. متشکرم. ولی دانشگاه رو فراموش نکن. نه عزیزم. ولی خواهش میکنم زود برو. آری به دلشی عزیز دلم. جان. حالا صدای بوغو در میاره بعد از اون که اون دوتا رو دک کردم. به نظرم یارو برگشت. راستی اسم بچه ها چی بود؟ بادی، نانی، بروسی. آه چه اسمایی. آه جستین. کارلا، کارلا ی عزیزم چقدر عالیه، نمیتونم باور کنم. حالش خوبه؟ میبینم کاملا سر حالی. نگاهش کن، به خونش نگاه کن. با ماهی 140 دلار چطور تونستی این وسط رو جور کنی؟ والا من بعضی وقتا برای توریستا کفشای تابستونی درست میکنم. چه فلکی. خب دیگه تموم شد، من یه نقشه ای دارم. کیه؟ روزا خدمتکار منه. خدمتکار؟ اون هفته یه روز میاد اینجا که در پنجره ها رو تمیز کنه. میشه با هم تنها باشیم؟ بله. روزا فکر میکنم وقتی ایده ای منو بشنوی از خوشحالی تو پوست نمی گنجی. تو خوشگلتر از اون هستی که من تصور میکردم. تو گفتی این نقشه ای داری؟ آره. گوش کن، وقتی دیشب تو رو دیدم فکرم به کار افتاد و یه نقشه ای به نظرم رسید. میخوام تو بیای نیویورک. نیویورک؟ من ترتیبی میدم که جیا بره دانشگاه ایسترن. برای تو هم یه آپارتمان میگیرم که مشرف به یه پارک باشه، همینطور ماشین و شوفر. اون وقتی که با هم هستیم هفته ای سه روز میبینمت و گاهی تعطیلات آخر هفته رو. خب چی میگی کارلا؟ جاستین، چند سالی رازو تو دلم نگرداشتم، دیگه طاقت ندارم. صورت ما خراش نده، توضیح دادنش مشکله. دلم برات تنگ شده.
گاز کارو خرابتر میکنه. جاستین، او جاستین، جاستین. کارلا، خودت کنترل کن کارلا. الان 20 ساله که پس چند روز بیشتر اهمیتی ندارم. حالا منو ترک نکن. من باید برم، جلسه دارم. پس برو، ولی محض رضای خدا زودتر برو. برای شاید بهتر باشه برم. آه نه، زودتر. چرا نه؟ مأمور بیمه برای رسیدگی به تصادف میاد اینجا. کدوم تصادف؟ یه ترانزیت به کامیون من. چی؟ آه چیز مهمی نیست، از در عقب برو. من حالا چی میگی؟ چی؟ اون اینجاست. کی؟ مأمور بیمه. این قایم موشک بازی برای چی؟ برای حمایت از تو. اون آدم وراجی یه دقیقه دست از حرف زدن بر نمیداره. اون اصلا حق نداره با من حرف بزنه. اون فقط راجع به تصادف سوالاتی میکنه. ببین کارلا، من جاستین، تو حتما باید بری. بله کارلا. بله میرم. ولی نیویورک چه ماه آینده یاد نره ها. چاو. آقا بی شعور، من میدونم اون همین دوره براست. درو از پشت برداشت، خودم میرم باز میکنم. تو برو. آفیل، من خانم برادوک هستم. اون اینجا نیست. خانم نیومن من رو فرستاده. اونم اینجا نیست. اتفاقی افتاده؟ اوه نه 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 نه، هیچی، متشکرم. اوه نگاه کن چه خونه قشنگی، عالیه. میشه بیام تو؟ میشه خانم، ببخشید. آه خیلی عالیه، عالیه. خانم کمبل، من اومدم بهتون بگم که تمام همسرای آمریکایی امروز از تو خونه کانتس به چایی دعوت شدن. آه تو خونه کانتس؟ بله. خانم نیومن گفتن شما هم به ما ملحق میشین، هرچی باشه شما هم یه همسر آمریکایی هستین دیگه. آه بله، بله. شما مضطرب هستین؟ مطمئنین که اتفاقی نیفتاده؟ والله خانم، علتش دیدن این همه آمریکایی در آن واحده و این منو یاد خیلی چیزا میندازه. معذرت میخوام، اجازه میدین من؟ بله بله میفهمم. شاید یه وقتی که بتونیم بشینیم و با هم صحبت کنیم. بله خب، بله. شاید تو خونه کنتست. بله شاید سر میز چایی. اوه خانم برادول، امیدوارم درک کنی چی میخوام بگم. من خیلی خرافاتی هستم، ممکنه خواهش کنم از در عقب تشریف ببری؟ از در عقب؟ بله بله، به نظر احمقانه میاد، ولی ما عقیده داریم اگه یه مهمون ناخونده از همون دری که تو اومده از همون در بیرون بره، بعد شانسی میاره. تو حالا نشنیده بودم. این عقیده ایتالیایی هست دیگه، احمقان است نه؟ چه عرض کنم والا. لطفا از این طرف بفرمایید، اشکالی که نداره. نه نه، مسلمه که نداری. آه متشکرم. خدافظ خانم کمبه. خدافظ. بونجورنو. وکی تموم شدنی نیست. Hey, what was with that back and forth? I started to feel like a yo-yo. The insurance man, he finally went out the back way. Oh, good. Carla, Carla. Oh, it's so good to see you again. And last night when I saw Gia, Oh, before I forget. Here. Honey, there's something I want you to sign. Sign what? You see, this makes you the Italian representative of my company, Sherco Shoes. See, in this case, in case anything happens to me... Grazie. This ensures that you and Gia will continue to get the checks. Oh, you're okay. Very sweet. Now, well, now we got time to get acquainted again. Let me see now. Shirley's on the art tour. After that, she's going to the Contessa's for tea. The sports picnic, I can skip that. Baby, we got nothing but time. من خوشحالم که وقت داریم. میتونیم برای خودمون نقشه بکشیم؟ بله نقشه. وقتی دیشب دیدمت، وقتی تو به من نگاه کردی، حس کردم که تو فهمیدی وقتشه که باید اقدام کنی. اقدام؟ چه اقدامی قدرت بدن؟ ازدواج کنیم. ازدواج؟ داجبه چی حرفی میزنی؟ بعد از این همه سال ما استحقاق اینو داریم که خونه ای از خودمون داشته باشیم. کارلا نیومن اسم قشنگیه نه؟ آده قشنگه. من نمیدونستم که توی همچین فکر بکشتی داری، ولی هیچ وقت عملی نیست. چون من نمیدونم که میتونم یارم. منظورم اینه که ایست عزیزم، خودتو کن، تو دادو کن. آه میفهمم، این برای تو مشکله، ولی نگران نباش، من به شرلی میگم. نه حتی جز بعضی وقت بهتر زنا با هم حرف بزنن. نه شدیدی زن خطرناکیه، اون صد منو میبینه. من نمیترسم، تو استحقاقشو
داری؟ ببین عزیزم خودتو ناداحت نکن، تو این دنیا کادی نیست که من به خاطرت نکنم، ولی نمیدونی تو آمریکا چه انعکاسی پیدا میکنه. من دایس پیشوانگا هستم. ما یه دفعه بیشتر به دنیا نمیاییم، استحقاق خوشبختی داریم. نه 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 نه، گوش کن، دودت بگردتم، یکی از ما باید قوی باشه. من یه زن ضعیفم. پس من سعی میکنم از هر دو تامون قوی باشم. ببین عزیزم این کادمنی نیست، این یه دنیای احمقانه و ناشی از احساساتی. فیل فیل کادمن ول کن، من لیاقت تو دو ندادم. داستی یه چیز مهمی کادم، من باید از اینجا بدم. آره شاید بهتر باشه. پس یه قولی بهم بده. چیه؟ قول بده منو فراموش کنی، یعنی از نظر جسمی فراموش کنی. خیال میکنی کار آسونیه؟ تو موفق میشی. قدبونت بگردن. شهامت داشته باش، شهامت. بیست و پنج، 30,000 لیر. بفرمایید میز کمبل، سلام منو به مادرتون برسونید. متشکرم. من معذرت میخوام آقا، ممکنه یه تراول چک بر من خورد کنین؟ من خانم نیومن هستم، اهل نیوجرسی، برگ شناساییم دارم. بفرمایید. خانم فیلیپ نیومن؟ بله. شما شوهر منو میشناسید؟ نه متاسفانه هنوز افتخار آشناییشونو پیدا نکردم، ولی ما سالهاست با آقای فیلیپ نیومن معامله داریم. نه امکان نداره که اون فیلیپ نیومن شوهر من باشه. یه دقیقه صبر کنید. فیلیپ نیومن، خیابان اسج، شماره 2931، تورنتون، نیوجرسی، درسته؟ والا درسته، این آدرس محل کارشه. ایشون یکی از بهترین مشتری های خانم کمبل هستن. خانم کمبل؟ بله؟ مشتریشون هستن؟ بله در سانفورینو. فهمیدم، اون خانم کمبل. شوهرتون 20 سال شرابای اونو میخره. بله، البته. چقدر پول لازم دارین؟ والا درست نمیدونم، یادم رفت چقدر میخواستم. تو این فکر بودم که مدت سفرمون رو کوتاه کنم. شما اون از اون نشریه های موند کانتنی و این جور جاها دارین که به من بدین؟ البته خانم نیومن، یه دقیقه صبر کنید. بفرمایید خانومه. معذرت میخوام، من جیا کمبل هستم. حالتون چطوره؟ خوبه متشکرم. ماما خواهش کردن یه حساب رو تو دفترشون کنترل کنم. البته جیا، اتفاقا دفترشون همین جاست. متشکرم. Thank you.
دنبالم. راستی نامه ها. کدوم نامه ها؟ نامه پدرا، اون نامه ها رو قایم نکردیم. جیا حتما اونا رو میخونه. تا اتوبوس برنگشته برو خونه. باشه. پول خودو ندادم، بی خود نخند. Lenny said you wanted to see me right away, so I rushed to... What's the matter? Nothing. I wondered how you were, darling. How you're feeling. And why you've been sending some Italian brought a check every month for the last 20 years. Well, where did you get such an idea? Phil, I saw it with my own eyes in black and white in the express office. Why would you want to go to the express office on a nice day like this? Phil? Sit down. I'm your wife. You can tell me about it. Well, I guess you had to find out about it sometime. And now a bond of 20 years is broken. You send bonds too? A blood bond. My blood. You knew I won the Purple Heart, didn't you? Yeah, from a burn on the arm. Yeah, but you never knew how I got that burn on the arm. How I was pulled from a fiery airplane by the bravest, sweetest, most beautiful man God ever created, Eddie Campbell. You never mentioned anything. Of course not. Because 1 week later, Eddie got it. The big L. El Flacco. Well, call me a sentimental fool if you want, but we had a thing in those days. We never talked about a dead buddy. Didn't you see Hell's Angels? That was a different war. What difference does it make? The thing is that Eddie was no longer around, and gosh, how I missed him. The little things he used to do, the way he'd climb into the cockpit, put his chewing gum on his helmet, pull down his goggles, and say, okay, guys, let's get one for the Gipper. Wasn't that from a Pat O'Brien movie? Details. My heart is breaking. She's hitting me with details. Look, Shirley, I'll try to explain to you. Eddie had married this young Italian girl, and she was expecting his kid. My best friend's kid. He wasn't around anymore. Well, hang it all. I'd had to do something about it. If it was the other way around, Eddie would be sending you the checks today. And that was the bond. Philip Newman. Philip Newman, I think that is the most beautiful story I ever heard. Just common decency. It's funny, you never really know a man. You live with him for years and suddenly he's not a man anymore. He is a giant. Honey. With a heart as big as a mountain. Oh, come on, Cheryl. When I think of the thing that the three of you have done. Now, stop it, honey, you're making... The three of us? از اینجا آمریکایی هستم، احساس غرور میکنم. چی شده؟ چرا رنگ تریده؟ نه موضوع اینه که وقتی یه نفر چیزی دو میفهمه که نباید میفهمید این آره، من بهت میگم کنفتی داره. آده کنفتی داده دو دوسته. خب عزیزم، من جلسه دادم، چند تا کار تو بدنامه‌مون دادیم که باید انجام بدیم، بعد حرفامون رو میزنیم. دودت بگردم دایی، اگه بتونم فداد کنم، بتونم فداد. پاپا چیه؟ تو فقط پاپا نیستی، پاپا خرسه هستی. دیگه کتابی ها. آه بله، دختر من در سوئیس مدرسه میره، یه مدرسه بسیار عالی. البته من میخواستم اون به یکی از مدارس محلی بره، ولی فامیل شوهرم اونا گفتن باید به بهترین مدرسه بره. اونا مردمان فوق‌العاده خوبی هستن، کمبلا معروفیت جهانی دارن. دختر من، اونا معتقد بودن دختر من باید بهترین چیزا رو داشته باشه،
بهترین. اونا میخوان اون یه خانوم باشه. جیا 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 درواز کن جیا جیا زود باش. جیا جیا ویتوریا آه ویتوریا جیا جیا میبینی؟ رفته پاریس با یه مرد زنده. من که بهت گفتم فقط همینو کم داشتم یه نفر به هم بگه که قبلا به هم گفته. الو تلفن چی؟ خواهش میکنم فورا اداره پلیس ساندات سلمو رو بگیر. جلوشو بگیرین اون ماشینو دزدیده. بله بندازینش زندون. تو نمیتونی این کارو بکنی. One night why not your own daughter tomorrow. وقتی آروم شد وقتی آمریکایی از سانفورینو رفتن حرفامونو میزنی. ولی جیا میره تو زندون حتی پس در این آدم باش. جلوشو بگیر. بله ولی برو پیشش بغلش کن براش توضیح بده نذار شب تو زندون بمونه. برای خودش خوبه من فقط به فکر خودش هستم. آه نه نه من میدونم به فکر چی هستی. به فکر چیزی که همیشه در مغزته. بهت گفتم مواظب باش. اطاعت میشه خانم کمبل خوبه؟ بناسر خانم کمبل مردم خیال میکنن تو یه چیزی هستی در حالی که هیچی نیستی. من دارم بهت میگم پسترین آدم ها بدترین زن ها ولگرد ها بچه مثل جیا رو به زندون نمیندازن حتی واسه یه دقیقه. اونم برای سرپوش گذاشتن روی همچین دروغ بزرگی. تو از امروز تو خونه من هیچ کاری. خوشحالم. دیگه هیچ وقت به انگورای من به ملافه های من به کامیونای من دست نمیزنی. آه با کمال میل. تو اخراجی. زیباترین کلمه یه که تا حالا شنیدم. Scusate mia. Saddam dedi mi dedi ki hodacım. Acaba yani ben enkazı olağı budum. Ben nemitunam bavar konam. تو نمیتونی باور کنی. تو نمیتونی باور کنی ولی من اصلا باور ندارم. ولی امروز صبح من اونجا بودم. تو نه دو ثبت کن. تو امروز صبح اونجا بودی. من امروز صبح اونجا بودم. تو من مجبور شدم به خاطر یه مامور بیمه از اونجا خارج شم. ولی من به خاطر یه مامور بیمه وارد اونجا نشدم. نمیدونم اون مامور بیمه کی بود. درسته. تو هم اونجا بودی. کارلای ما خونش دو تا در داره. به نظرت غیر ممکن میاد. اون همه کلمات زیبا که اون نوشته بود. تصحیح میکنم ننوشته بود کپی کرده بود. ولی من بعد اون مقام والای قائل بودم. دو دوست مثل که یه زن مقدس بود. یه زن مقدس که سه تا سرباز صادره منتر خودش کرده. درسته. درسته. کینگ میدونین ما چی هستیم؟ مقدس. بله اونا موجودات مقدسی هستن. ما با مردای معمولی ازدواج نکردیم. اونا فوق العاده این مردا تو دنیا نمونن. فکرشو بکنین 20 سال تموم بدون اینکه به احدی بگن مخارج زن دوستشون رو تا 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 تامین کردن. و وقتی که فکرشو میکنم بدنم مور میشه. نه ببین یواش یواش من واقعا نمیخوام ناامیدت کنم ولی والتر نمیتونه این کارو بکنه. منظورم اینه که اون درآمد زیادی نداشته. اینا رو که ببین من شوهر منم اهل این حرفا نیستون. تو چیزی نگیره چیزی به کسی نمیده. شما مدرک میخواید؟ خیلی خوب بهتون نشون میدم. بهتون مدرک میدم. الو
پرونتو پرونتو سنتر اپراتوری میفهمی چی میگم؟ خدا کنه یارو گیش نشه، معلوم نیست. الو پرونتو پرفاوره انترنشناله اداره پست در فلورانسو بدین. بله فلورانس. خب آقایون بخونیم و گریه کنیم. تو ماهی 85 دلار دادی، تو 115 دلار و من 140 دلار که در عرض 20 سال با 6% بهرش روی هم میشه 197 هزار دلار. فرمودی 197 هزار دلار؟ ما بیشتر از آلمان غرامت جنگی دادیم. معذرت میخوام، شوهر من میخواست بدون اون چکایی که ماه به ماه برای خانم کمبل میفرستاد تمامیشو دریافت کردن یا نه؟ دریافت کردن خوبه. و اما راجب اون دو آقای دیگه چطور؟ آقای برادوک و آقای یانگ. ببخشین چکای اونا چی؟ هر ماه مرتب میرسید خانم. الو الو گوشی دستتونه خانم نیومن؟ الو گراتسیا گراتسیا خیلی زیاد. خاک بر سر من. پا چرا چیزی به ما نگفتن؟ برای اینکه من بهتون میگم اونا هنوز جوونن، پیشاهنگن، روحیه پیشاهنگی رو حفظ کردن، هنوز دارن آرتیست بازی میکنن، جهنم فرشته ها، آدامسشو میچسبوند رو کلا خودش، معتقدن پشت سر مرده نباید حرف زد. اونا یه مش احمق احساساتی هستن همین، میشه گفت سه تا پسر تازه بالغ شدن. آره. بیشورا تنبلای بی سواد با شما هستم. خود منو بگو فکرشو بکنین خودم چه غزتی خوردم. ببینم چهلو یک هزار دلار. واسه چی قمپوز داد میکنی؟ من 47,000 دلار دادم، یعنی 6,000 بیشتر دست. حالا چی میگی؟ بزن تو گوشم. هی سخت نگیریم بچه ها، ما هممون تو این کار آلوده ایم، همه با همین. توف به تو کرلا. آقایون من پیشنهاد میکنم بریم با این خانم کارلا کوچولو صحبت کنیم. آره بدیم. بعد نه پاپا پاپا پول کفر نداری؟ قبلا دادیم. من بعد والتر رو پیدا کنم خانم نیومن. منو شرلی صدا کن. شرلی خیلی خوب. شرلی اون بعد بدونه که من میدونم و هیچ اشکالی هم نداری. میدونین ما اول باید بریم خانم کمبل ببینیم. میدونین با هم مثل یک گروه. به نظر من به عنوان یه همجنس باید بگیم که ما همه چیز رو درک میکنیم. میدونین به عنوان یه همجنس. آره این کار رو باید بکنیم. خب پس معطل چی هستیم؟ بله چی؟ تصادفی رخ داده؟ تو بیمارستان؟ اون تو بیمارستانه جیا. کجا؟ سن آنسلمو. بگید ببینم کجا و چه این اتفاق افتاد؟ بله دختره چطور؟ خیلی صدمه دیده؟ دختره هیچ صدمه ای ندیده، ماشین صدمه دیده، اونه که در بیمارستانه. میدونم میخواد خارج بشه ولی شما باید نگرش دارین. بله میدونم که چیزیش نیست، یه بهانه پیدا کنین اونجا نگرش دارین تا مادرش بیاد. با این فدی کرده ها همینجا وای دادو با کن. با هم؟ خیلی خب این مهم نیست، اون کجاست؟
اون نیست، اون رفت سان انسلمو. سان انسلمو؟ آره سان انسلمو، رفته چکای ماهیونه رو خرج. نه نه نه، اون رفت بیمارستان کرده. بیمارستان کرده. بیمارستان کرده. بیمارستان کرده. اون تصادم کرده. به طرف سان انسلمو. نه 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 نه، اون چیزش نیست، بیخود نرین اونجا. بونجورنو. بونجورنو. اشکالی نداره، مهم نیست. خانم کمبل خونه هستن؟ نه نه، اون مجبور شد بره. خیلی خوب، ولی برای مراسم یاد بود به موقع برمیگرده نه؟ والا نمیدونم. اگه ما ندیدیمش این پیغام ما رو بهش برسون. بهش بگو که ما هر ستاییمون تمام داستانو میدونیم و هیچ اشکالی نداره. شما تمام داستانو میدونی؟ آره درسته. یعنی همه چیو میدونی؟ اینطور فکر میکنی؟ چقدر عالیه که خانومای آمریکایی اینقدر فهمیده و باشور هستن. والا برای هر زنی ممکنه این اتفاق بیفته. آره که مسلمه. ولی کالا بچه بود، 16 سال بیشتر نداشت، خون گرم و سرکش بود. چطور میتونست بفهمه پدر واقعی کدوم یکیشونه؟ و این عالیه که شما درک میکنی، برای اینکه شوهرای شما در اون زمان احتیاج به دلداری داشتن. اونم احتیاج به دلداری داشت، بنابراین اونا همدیگر رو اونا هیچ حالشون نبود. خانم کمبل کجاست؟ سان انسلمو، همه با هم جلسه دارم، مادر، دختر و سه تا پدر تو بیمارستان. خب خانم ها میفرمایید بریم. مقدس ها؟ من سردر نمیارم، دارم دیوانه میشم. اگه اونم لال برای بچه من اتفاقی بیفته. بچه تو؟ پس پولایی که من در این مدت فرستادم چی میشه؟ برای چی فکر میکنی بچه یه چیزیش هست؟ چه؟ اونا 20 ساله که دارن به ما دروغ میگن. از کجا معلومه که حالا راست بگن؟ بی وفا. حرف تو درستیه. فعلا که پیداشون نیست. ولی همچی که ما از اینجا دفتیم پیداشون میشه و مدتب چکار دو دادیا. دخترم تو این کار دست داره. مسلمه. حق بازیش به تو دفته. بچه‌ت. زینگو. مزخرف نگو. بچه من خوش جنسه. باز گفت بچه من. خیلی خوب، تو بچه میخوای، بچه مال تو. 47000 دلار به من بده، بچه مال تو. دخترم دخترم، به من گفتن تصادف کردی، خیلی نگران شدم. عزیزم حالت خوبه؟ دستات پاهات میتونی اونا رو خم کنی؟ حال من کاملا خوبه ماما. خدا رو شکر. مطمئنی که حالت کاملا خوبه؟ اونا منو توقیف کردن. پلیسای مزاحم گفتن یه ماشین دزدیدم. از اونا شکایت میکنم عزیزم. گفتن یه زن تلفن کرده بهشون گفته. پلیسای نکبت، همون زن که به دروغ از سه تا مرد آمریکایی پول گرفته و کاری کرده که هر کدوم فکر کنن پدر من هستن. کاری کرده که زندگی من رو پایه دروغ بنا بشه. جیا اینطور حرف نزن، این قشنگ نیست دخترم. قشنگ نیست واقعا موسه که تو این حرفو بزنی. لباساتو بپوش کوچولو، موقع برگشتن حرفامونو میزنی. خیال میکنی من برمیگردم؟ ولی مدرسه‌ات، تو باید برگردی به مدرسه. من میرم پاریس، بعدشم میرم برزیل با یه مرد زندار. این تو رو شوکه میکنه ماما؟ مسلمه که میکنه. لابد میگی جیا کمبل که از یه خانواده محترمی همچکاری نمیکنه. نه ولی من جیا کمبل نیستم، من جیا هیچی هستم، درست مثل خود تو، یه دختر بی کس و کارم. مرد زندار، خب من تازه کارم، تو سه نفر رو داشتی، من فقط یکی دارم، اقلا این صادقانه تره. تو راجع به من چیزی نمیدونی و نمیخوای بدونی؟ نه نمیخوام چیزی بدونم. بس برو برو برو. خانم کمبل،
خانم اجازه هست ما حرف بزنی؟ مطمئنم که ما رو به خاطر میاری خانم کمبل. مجریان برنامه ضد فقر تو، تبدیل کنندگان فدانگ در بانکای آمریکا، اعضا بنگاه خیریه مادران، کمک کنندگان به هم نو. ای صبر کن، چطور به این سوالات جواب بدی؟ تو فکر میکردی این بازی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ یا کدوم یکی از ما واقعا پدر بچه هسته؟ فرض کن یکی از ما پدر بچه ایم. بله خیلی خوب. You want me to tell you who the father is? I'll tell you. How the hell should I know? That's who he is. There were three of you in 10 days. And when I found out I was going to have a baby, what did you want me to do? Pick one of your names out of a hat? You. You would have wanted him to support your child. And you. Maybe you would have liked him to pay for your baby. How dare you ask me who is the father? What kind of father? You think because you send a check every month that makes you a father? Why were you when she had the earache, the measles, the 12 stitches in her knee? وقتی گریه کنون میمد خونه که یه پسر مسخرش کرده کجا بودی؟ خیلی خوب، شما میخواین پدر باشین، شیر یا خط بندازین، هر کی برنده شد جیا مال اون. ولی اولین مشکلی شما اینه، دخترتون دیگه بر نمیگرده مدرسه. اون میخواد با یه مرد زندار فرار کنه بره برزیل. اگه اقدامی کردین به منم خبر بدین. بریم ببینیم چه خبره. شمارش اینه، آنجو 4590 در پاریس. لطفا عجله کنین. اسای خانم. خیلی خوب، موضوع چیه؟ موضوع چیه که میخوای با یه مدد زنداد فداد کنی؟ این فکر رو به کلی اکلت بیرون کنم. تو برمیگردی به سوئیس خانم جوان؟ من بر نمیگردم. چرا بد میگردی؟ من هر جا دلم بخواد میرم. تا حالا شنیده بودی که یه دختر با والدین خودش این تو تحت بزنه؟ برای پولتون نگران نباشین، تا آخرین سنتشو پس میگیرین. ما برای این به اینجا نیومدیم. تمام پولی که از شما اخاذی شده پس داده میشه. تو داری با گوشت خون خودت حرف میزنی، یکی اما پدر تو هستم. پس مال دوتای دیگه تون پس داده میشه. آه عجیبا، چقدر حاضر جوابا. وای تو حق نداری با یک مرد فرار کنی. من هر کاری دلم بخواد میکنم. شما سه نفر غریبه هستین و کاری که من میکنم به شما ارتباطی نداره. چطور ممکنه که دختری با پدرای خودش این تو حرف بزنه؟ ممکنه خواهش کنم تو باهاش حرف بزنی؟ صدام. خب خانوما، مثل اینکه درست به موقع رسیدی برای ملاقات با عضو خانواده. خب حرف بزن کرگدن. جلوی دخترم این رختی با من صحبت نکن. بازم گفت دختر دن. بازم میگم اون دخترم منه. تو تصمیم نگرفتی چیزی بگی پاپا؟ حالا نه لورن. و اما تو جناب آقای شارلاتان، دیگه حق نداری به من دست بزنی. لباسات شسته میشه، شامت حاضر میشه، ولی به عنوان همبسترتون باید درزتون برسونم که دیگه رو من حساب نکن. دختر داده داده با یه مرد زنده فداد میکنه، اون وقت تو به فکر چی هستی؟ آی آی شلوغ نکنی جیا، درست گوش کن چی میگم. کاری که تو میکنی رو زندگی اثر میذاره. امیدوارم اینطور باشه. تو نمیتونی این کادو بکنی. جیا من مثل یه پدر دارم باهات حرف میزنم. ولی دیگه کمی دیر شده نشده؟ هرچی تو فکر میکنی بکن. در تمام این سالا من پدر تو بودم. از وقتی که متولد شدی برای من مثل یه بچه بودی. هنوزم تو رو بچه خودم میدونم. من بهت میگم که نباید با یه مرد زندار فرار کنی. تو برمیگردی مدرسه خانم جوان. یه داستم بعد میگردی. تو فکر چی رو میکنی جیا؟ چرا نمیری؟ برو بر نگرد پیش مادره. چرا باید برگردی؟ بعد از اون همه دروغ و حق بازیایی که کرده و سه تا مرد پول گرفته، تازه ببین با پولا چیکار کرده. رفته کاپری، پارتو پوستای شیک خریده، همینطور جواهرات و یه قایق بزرگ، در حالی که دختر بیچارش توی خونه کوچیک و کثیف زندگی میکرده، به یه مدرسه بد میرفته. برو جیا، نگران نباش. مادرت به خاطر این اعمال بدی که کرده مجازات میشه. اون خودش ترتیب این کارو میده. آره. همین الان تو راه داره میره کلیسا. میخواد برای مردم اعتراف کنه. آه، نگران نباش، اون از کسی اسم نمیبره. هیچ کدوم از اون آدم های خوب سرمه نمیبینن، فقط مادرت. اون مستحقشه. علاوه بر این اون خیلی طماع بود. در زندگی فقط سه چیز میخواست: دوستی سه مرد، محبت یک دختر و احترام مردم شهر. دوتای اولی رو از دست داده. بدون اونا سومی چه ارزشی داره؟
پس با خیال راحت برو جیا، سفر بهت خوش بگذره. تلفنتون سینیوریتا برای پاریس. این باید دختر من باشه، دو دوست مثل فامیلای خودم دانندگی میکنه. آقایان، اون لحظه که مدت‌ها در انتظارش بودیم فرا رسید. اهدای لوحه یاد بود. من دنبال خانم کمبل می‌گردم ولی فکر نمی‌کنم ایشون رسیده باشن. تا اونا هاشن. خانم کمبل ممکنه خواهش کنم بیان این بالا؟ از همین طرف تشریف بیارید. بفرمایید. خانم کمبل، برای من افتخار بزرگیه که این لوحه رو خدمتتون تقدیم میکنم. به یاد بود بنای کلیسای ادی کمبل. با تقدیم احترامات فراوان. متشکرم جنرال، ولی من نمیتونم این لوحه رو قبول کنم. صبر کن ماما، صبر کن. You see, none of these people knew Eddie Campbell, but if they had, they'd have known he was very handsome. Warm and loving. He was a good family man. But most of all, he was modest. And if Eddie Campbell were here today, he would say, let the memorial be named for the people of San Forino. And for that, there's only one person to accept the plaque. کنتس، لطف کنید و قبول کنید. گراتسیا خانم کمبل، جنرال، از شما متشکرم که به فکر من بودین. ماما، ماما، من تو رو تنها نمیذارم. لعنتی، لعنتی، لعنتی. این یه حقه کثیف و لجنه. کجاش کثیف عزیزم؟ این که بعد از سالها فهمیدم شوهر عزیزم خصوصیات خوبی داره. ای به کار اینه که خود من ندارم. این تنها کار عاقلانه‌ای بود که میتونستم بکنم. من میدونی فیل، هنوز یه چیزی هست که من خیلی ناراحت میکنه. بچه ها دم آسانسور منتظر باشین. خب مبادا دکمه ها دو بی خودی فشاد بدین. این داره منو میکشه، داره نابودم میکنه. تو تمام عمرم دلم دختر میخواست ولی تو منو صاحب سه تا پسر کردی. اما با اون صاحب You have a girl. I couldn't help it. I didn't do anything different. او شانس. منظور چیه میگی شانس؟ فقط شانس همین. اما اون از them brothers of yours. What about them? This will have them rolling in the aisles. I can hear them now. One thing for sure, Wall, we know it ain't your kid. تو نیست. ولی پارو حقیقت نمیشه گذاری. آقا با اونا. دکترها قبلا تشخیص دادن که من بچه دار نمیشم، پس دختر من نیست.
اون دختر تو نیست؟ با اون دهن گنده ای که داره، اون طرز راه رفتنش، رنگ چشاش، بالاتر از همه کله شقی و یه دندگیش، اون وقت میگی اون بچه تو نیست؟ ولی یه چیز مسلمه که اون بچه ویلیام شکسپیر نیست. های فریدسی، تو جدن؟ تو جدن فکر میکنی؟ گوش کن، با اون چشمای هیزت قیافه آدمای حق به جانه و به خودت نگیر. اگه روزی روزگاری این بچه بیاد آمریکا، این منم که باید توضیح بدم. اگه بیاد میذاری پیش ما بمونه؟ پس کجا باید بمونه؟ پیش غریبه ها؟ جای دختر پیش پدرشه. حالا دیگه عجله کن قلم، به اتوبوس نمیرسی. دیالده کسی میخواد جایی بره؟ من میرم ولایت خودم، اونجا یه کاری به من پیشنهاد شده. پس کار اینجا چی میشه؟ من دیگه اینجا کار نمی کنم، یادته؟ تو وقتی دیگه اینجا کار نمی کنی که من بگم کار نمی کنی. آه نه، این دفعه دیگه نه، نه وقتی تو بگی، وقتی که من بگم، من دیگه مرخصم. از اجیر بودن خانم کمبل خلاص شدم، دیگه این آدم تو قفس زندگی نمی کنه. میرم برای خودم تشخص پیدا کنم. شاید حق با تو باشه، شاید بهتر باشه که تو بری، ولی رانندگی تو شب اونم تو جاده کوهستانی خیلی خطرناکه، به خصوص که خستم هستی، روز خسته کننده ای داشتی. امشب رو بگیر استراحت کن، تو تخت خواب خودت راحت بخواب، صبح زود سرحال و با نشاط بلند شو، اون وقت برو ولایت تو برای خودت تشخص پیدا کن. I would meet you where lovers meet, a small piazza or a shady street, just to hear the way you say, Buonasera. They're two words that I've heard before, a lovely word that I still adore, but they mean just a little more from you. If you said it in a thousand ways, I'd be waiting for a thousand days for that little Italian phrase, Buonasera, Buonasera, Buonasera. Thank you.